فصل پنجم. یک روز عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و مردم به طرف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را از زبان او بشنوند. عیسی ملاحظه کرد که دو قایق در آنجا لنگر انداخته اند و ماهیگیران پیاده شده بودند تا تورهای خود را بشویند. عیسی به یکی از قایق‌ها که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل دور شود و در حالی که در قایق نشسته بود به تعلیم مردم پرداخت. در پایان صحبت به شمعون گفت: به قسمت‌های عمیق آب بران و تورهایتان را برای صید به آب بیندازید. شمعون جواب داد: ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصلا چیزی نگرفتیم، اما حالا که تو می‌فرمایی من تورها را می‌اندازم. آنها چنین کردند و آنقدر ماهی صید کردند که نزدیک بود تورهایشان پاره شود. پس به همکاران خود که در قایق دیگر بودند اشاره کردند که به کمک آنان بیایند. ایشان آمدند و هر دو قایق را از ماهی پر کردند، به طوری که نزدیک بود غرق شوند. وقتی شمعون پتروس متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است، پیش عیسی زانو زد و عرض کرد: ای خداوند، از پیش من برو، چون من خطاکارم. او و همه همکارانش از صیدی که شده بود متحیر بودند. همکاران او یعقوب و یوحنا پسران زبدی نیز همان حال را داشتند. عیسی به شمعون فرمود: نترس، از این پس مردم را صید خواهی کرد. به محض اینکه قایق‌ها را به خشکی آوردند، همه چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند. روزی عیسی در شهری بود. از قضا مردی جزامی در آنجا حضور داشت. وقتی آن جزامی عیسی را دید به پای او افتاد و از او کمک خواست، گفت: ای آقا، اگر بخواهی می توانی مرا پاک کنی. عیسی دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود: می خواهم، پاک شو. فوراً جزام او برطرف شد. عیسی به او امر فرمود که این موضوع را به کسی نگوید و افسود: اما برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر پاک شدنت قربانی را که موسی معین نموده است تقدیم کن تا برای همه مدرکی باشد. اما عیسی بیش از پیش در تمام آن نواحی شهرت یافت و عده زیادی گرد آمدند تا سخنان او را بشنوند و از ناخوشی‌های خود شفا یابند. اما او به خارج از شهر می‌رفت تا در تنهایی دعا کند. روزی عیسی مشغول تعلیم بود و پیروان فرقه فریسی و آموزگاران شریعت که از تمام روستاهای جلیل و از یهودیه و اورشلیم آمده بودند در اطراف او نشسته بودند و او با قدرت خداوند بیماران را شفا می‌داد. در این هنگام چند مرد دیده شدند که مفلوجی را روی تختی می‌آورند. آنها سعی می‌کردند او را به داخل بیاورند و در برابر عیسی به زمین بگذارند، اما به علت کثرت جمعیت نتوانستند راهی پیدا کنند که او را به داخل آورند. بنابراین به بام رفتند و او را با تشک از میان سفالهای سخت پایین گذاشتند و در وسط جمعیت در برابر عیسی قرار دادند. عیسی وقتی ایمان آنها را دید فرمود: ای دوست، گناهان تو بخشیده شد. ملایان یهود و فریسیان به یکدیگر می‌گفتند: این کیست که حرف‌های کفرآمیز می‌زند؟ کی جز خدا می‌تواند گناهان را ببخشد؟ اما عیسی افکار آنان را درک کرد و در جواب فرمود: چرا چنین افکاری در ذهن خود می پرورانی؟ آیا گفتن اینکه گناهان تو بخشیده شد آسان تر است یا گفتن اینکه بلند شو و راه برو؟
اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار آمرزیدن گناهان را دارد، به آن مرد مفلوج گفت: به تو میگویم بلند شو، تشک خود را بردار و به خانه خود برو. او فوراً پیش چشم آنان روی پایهای خود برخاست، تشکی را که روی آن خابیده بود برداشت و خدا را حمد گویان به خانه رفت. همه غرق در حیرت شدند و خدا را حمد کردند و با ترس می گفتند: امروز چیزهای عجیبی دیدیم. بعد از آن که عیسی بیرون رفت، متوجه باجگیری به نام لاوی شد که در محل وصول عوارض نشسته بود. به او فرمود: به دنبال من بیا. او برخاست، همه چیز را واگذاشت و به دنبال او رفت. لاوی برای عیسی در خانه خود مهمانی بزرگی ترتیب داد. عده زیادی از باجگیران و اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش سر سفره نشسته بودند. فریسیان و ملایان آنها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند: چرا شما با باجگیران و خطاکاران می‌خورید و می‌نوشید؟ عیسی با آنان جواب داد: تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه بیماران محتاجند. من نیامدم تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم. در اینجا سمت اول این نوار پایان می‌پذیرد. برای ادامه شنیدن کلام خدا، لطفاً نوار را به سمت دوم برگردانید. آنان به او گفتند: شاگردان یحیی اغلب اوقات روزه می‌گیرند و نماز می‌گذارند. شاگردان فریسیان هم چنین می‌کنند، اما شاگردان تو می‌خورند و می‌نوشند. عیسی به ایشان پاسخ داد: آیا شما می‌توانید رفقای داماد را در حالی که داماد با ایشان است به روزه گرفتن مجبور کنید؟ اما ایامی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته خواهد شد، در آن روزها ایشان نیز روزه خواهند گرفت. همچنین برای آنان این مثل را نقل فرمود: هیچ کس از یک لباس نو تکه‌ای را پاره نمی کند تا با آن لباس کهنه ای را وصله کند. اگر چنین کند، هم آن لباس نو پاره می شود و هم وصله نو مناسب لباس کهنه نیست. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشک‌های کهنه نمی ریزد. اگر بریزد، شراب تازه مشک‌ها را می‌ترکاند، شراب به هدر می‌رود و مشک‌ها نیز از بین خواهند رفت. آری، باید شراب تازه را در مشک‌های نو ریخت. هیچ کس پس از نوشیدن شراب کهنه شراب تازه نمی‌خواهد، چون می‌گوید که شراب کهنه بهتر است.